اگه موهاتون فره حداقل یک بار با حالت تأسف این جمله رو شنیدید که موهات خیلی قشنگه کاش موهای منم فر بود کسایی که این جمله ها رو میگن فقط ظاهر زیبای موی فر رو میبینن و از درد سرهاش خبری ندارن حقیقت اینه که حفظ زیبایی موهای فر در طول روز دشوارتر از چیزیه که به نظر میرسه اما این مسئله نباید شما رو نگران بکنه در واقع با رعایت چند نکته ساده میتونید کاری کنید که امواج و فر موهاتون براغ و محکم به نظر برسن خبر خوب این که در ادامه این ویدیو راهکارهایی رو برای مراقبت از موهای فر شما بیان کردیم همیشه شونه زدن رو از انتهای مو آغاز کنید وقتی که موهاتون رو از پایین به بالا شونه می کنید به جای اینکه تمام گره های مو رو از بالا به پایین بیارید هر گره رو جداگانه و به آرامی باز می کنید به همین دلیل شونه کردن موها راحت انجام میشه و شونه به راحتی روی موهاتون پایین میاد موهاتون رو به صورت مرتب کوتاه کنید تا موخوره نگیرن. موهای شما با موخوره ظاهر خوبی ندارن. ناگفته نبونه که موخور خودش هم موها رو وز میکنه اگه میخواید فر موی شما سالم و زیبا به نظر برسه هر شش تا هشت هفته یک بار برای مرتب کردن پایین موهای خودتون به آرشگاه سر بزنید سروم مو رو امتحان کنید سرم مو موهای فر شما رو نرم میکنه علاوه بر این با استفاده از اونها موهاتون منظم میشن و به آسانی میتونید اونها رو تفکیک کنید به خاطر این کار هر بار که میخواید از سرم مو استفاده کنید سه تا چهار پاف از اون رو مصرف کنید البته این میزان به قد و جنس موهای شما بستگی داره محصول رو روی کف دستتون بریزید و اون رو به آرامی روی موهاتون بمالید. از شانه دنداندار درشت فاصله دار استفاده کنید و هرگز گره موهای خودتون رو با برس معمولی باز نکنید. موهای فر توی قسمت‌های به هم پیچیده یا گره خورده به شدت شکننده هستن. استفاده از یک برس نامناسب هم میتونه موجب گره خوردگی و عوض شدن موها بشه. هر فر مو نقطه مستعد برای شکسته شدن موهاست. استفاده از شانه دندان درشت راهی مناسب و ملایم برای باز کردن گره فرهای موه. این شونه برخلاف برس حالت طبیعی فر رو خراب نمیکنه البته یادتون باشه که شونه زدن رو از پایین به بالا شروع کنید به انتهای ساقه موهاتون نرکننده کننده بمالید زمانی که موهای شما خشک، وز یا کدر میشن لازم نیست اون رو با محصولات خاصی درمان کنید. فقط با نوک انگشتای خودتون یه قدر کوچیک، قدر یه سکه کوچیک از کرم یا روغن حالت دهنده رو بردارید و به انتهای ساقه موهاتون بمانید. این کار رطوبت بیشتری رو به موهاتون میرسونه. برای داشتن فرهای باز و زیبا از ترفند آناناس استفاده کنید. در تکنیک آناناس باید شبا قبل از خواب موهاتون رو خیلی شل در بالاترین نقطه سر خودتون جمع کنید. این ترفند نظم حلقه های فر شما رو حفظ میکنه. همچنین کمک میکنه تا گیسوان شما حجم و حالت طبیعی خودش رو حفظ بکنه. جالب این که به سادگی میتونید موهاتون رو از حالت آناناسی خارج کنید. استفاده از دیسپانسر رو امتحان کنید. هم فرهاتون رو یک نواختر میکنه و هم فرهای بیشتری ایجاد میکنه. اگه تا حالا از دیسپانسر سشوار استفاده نکردید باید بگیم که فرصت طلایی رو از دست دادید. دیسپانسر ابزار جانبی سشواره که روی خروجیش قرار میگیره و برای حفظ فر مو استفاده میشه این وسیله تا حد زیادی از وز شدن موهای فر شما نسبت به زمانی که سعی میکنید موهاتون رو به طور طبیعی خوش کنید جلوگیری میکنه افزون بر این با کمک دیسپانسر موهای فر شما یک نواختر و حجیم تر میشه برای استفاده از دیسپانسر اول بعد از دوش گرفتن آب اضافه موهاتون رو بگیرید اگه موهاتون خشک مقداری آب روش اسپری کنید بعد با استفاده از یک محافظ حرارتی روی ریشه موهای خودتون ازش استفاده کنید در مرحله بعدی با کمک انگشتاتون هر حلقه رو به شکل مطلوب بچرخونید بعد تمام موهاتون رو توی دیسپانسر جمع کنید و اون رو دور تا دور موهای خودتون بپیچید این کار رو تا جایی ادامه بدید که تمام فرها فرم زیبایی رو که میخواید به خودشون بگیرن و خشک بشن فرها رو با دستگاه فر کننده مو یعنی آیرون تازه کنید ممکنه فر کردن موهایی که خودشون فرن احمقانه به نظر برسه اما وقتی موهاتون به هم ریخته و در همه این ترفند بهترین راه حل برای منظم کردنشونه آیرونی رو انتخاب کنید که تقریبا به اندازه قطر موهای شماست اگه فکر میکنید فرهای موهاتون خیلی ریزه برای باز شدنش از آیرونی استفاده کنید که قطرش یه سایز بزرگتره اگه فرهاتون خیلی ریز نیست از آیرونی استفاده کنید که یه سایز کوچیک‌تره. حالت دادن عمیق‌تر به موهای فر با روغن نارگیل. قبل از هموم برای رطوبت موها به اندازه یک کف دست روغن نارگیل بردارید و روی موهای خشکتون بمالید. این کار رو تا جایی ادامه بدین که موهاتون کاملا از چربی روغن اشبا بشه. بعد موهاتون رو بپیچونید و در پایان اونها رو سی تا 45 دقیقه با یک کلیپس یا یک گیره به صورت گوجه‌ای ببندید. برای اینکه موهاتون بیش از این مرتوب بشه میتونید موهای روغنی خودتون رو که با کلیپس بستید تا چند دقیقه با حرایت می گرم کنید تا روغن بهتر و بیشتر به داخل ریشه مو نفوذ کنه همچنین میتونید یک کلاه گرمایشی هم بردارید و از اون استفاده کنید که توی ماکروفر قرار میگیره تا گرم بشه کلاه تا زمانی که سرد بشه روی موهای شما باید بمونه روی بالش ساتن یا ابریشم بخوابید تا موهاتون وز نشه. وز شدن مو تقصیر کسی نیست. این یه قسمت طبیعی از زندگی مو فرفری هاست. اما اگه وز شدن مو در طول شب به آشفتگی، گره خوردن و شکستن مو در صبح بیانجامه مشکل ساز میشه. در اولین فرصت روبالشتی پنبهی خودتون رو با جنس ساتن یا ابریشم عوض کنید. شاید به نظرتون این کار خیلی خاص و غیر ضروریه اما احتمال اینکه موهای فر و حالتدار شما روی سطح خشن روبالشتی پنبه‌ای گیر کنه و گره بخوره بیشتره در حالی که موهای شما روی بالشت ابریشمی و یا بالشت ساتن سر میخوره و کمتر به گره خوردگی دچار میشه پس به من اعتماد کنید با روبالشتی ساتن یا ابریشم موهای نرمتر و شفافتری خواهید داشت که کمتر گره میخورن و صبحها کمتر وز میشن موهاتون رو حتما با شامپو بشورید خیلی از موفرفری ها فکر می کنن که باید برای حفظ موهای خودشون از شامپوهای دوکاره استفاده کنن که هم شامپو دارن هم نرم کننده یا اینکه موهای خودشون رو فقط با نرم کننده بشورن در واقع این افراد فکر می کنن که شامپو زدن برای موهای فر خیلی مناسب نیست چون بیشتر شامپوها حاوی سولفات هایی هستن که رطوبت طبیعی مو رو از بین می و رطوبت برای وز نشدن فرها خیلی مهمه اما واقعیت اینه که برای داشتن موهای سالم و تمیز باید به وسیله شامپو روزانه موهای سرتون رو سالم و پاکیزه نگه دارید وقتی که پوست سرتون تمیز نشده چربی و آلودگی روی ریشه های مو جمع میشه این مسئله ممکنه که سلامت موهاتون رو به خطر بندازه یک ماسک موی مناسب در نظر داشته باشید درست مثل پرایمری که توی آرایش کامل و موندگاریش نقش کلیدی داره برای داشتن موهای فر، براق، فنری، شاداب و بدون وز فرایند آمادگی ضروریه. بسیاری از افراد روی نرم کننده ها متمرکز شدن اما بهتره از انواع ماسک مو استفاده کنید. با این کار زندگی جدیدی رو برای فرهاتون به ارمغان میارید. همچنین اونا رو تا شستشوی بعدی سالم و براق نگه میدارید. بعد از ماسک مو تا چند ثانیه کوتاه موهاتون رو با آب سرد بشورید. در حقیقت شستن مو با آب سرد از وز شدنش جلوگیری میکنه. کوتیکول های مو با آب سرد بسته میشن. این کار به ویژه زمانی موثره که با استفاده از ماسک مو و رطوبت رسان همراه باشه. آب سرد علاوه بر بستن کوتیکول، رطوبت رو توی موها به دام میندازه. قبل از باز کردن گره خوردگی موهاتون رو به چهار بخش تقسیم کنید. با تقسیم موهای خودتون به صورت افقی کار رو شروع کنید. موهاتون رو از لاله یک گوش تا لاله گوش دیگه جدا کنید و اون رو به دو بخش بزرگ تقسیم کنید. بعد هر یک از این نیمه ها رو به صورت عمودی به دو بخش تقسیم کنید. در پایان شما چهار بخش ارزی خواهید داشت. در گام بعدی هر بخش رو جداگانه به صورت مارپیچ و فنری بپیچید. بعد هر سه قسمت رو که از اون جدا کردید به صورت گوجه کوچیک با کلیپس محکم کنید تا برای باز کردن گره های بخش چهارمتون فضای کافی رو داشته باشید. برای رطوبت بیشتر از یک اسپری آب پاش استفاده کنید. موهای شما باید خیس باشن تا گره خوردگیشون به خوبی باز بشه. خیس بودن مو به شما کمک میکنه تا به راحتی راه خودتون رو از میان گره ها پیدا کنید. بنابراین قبل از باز کردن گره های مو بهتره برای هر قسمت از موهای خودتون سه تا چهار بار آب اسپری کنید تا رطوبت بیشتری به اونها برسه. افزون بر این رطوبت و آب به شما این اسمینان رو میدن که محصولات بعدی که میخواید برای موهاتون استفاده کنید به خوبی کار خودشون رو انجام میدن بهتره وقتی موهاتون خشکه محصولات مراقبتی از مو رو, رو روی اونها استفاده نکنید چون روی موی نمدار و مرتوب بهتر و موثرتر عمل میکنن از انگشتتون نترسید بیشتر ما انقدر درگیر ابزارهای مناسب مو هستیم تا از بهترین وسیله استفاده کنیم که یه ابزار خدادادی رو فراموش میکنیم دستامون در حقیقت باز کردن گره مو با انگشت خیلی ملایم تر از هر شونه و یا ابزار دیگه ایه. حتی ملایم تر از بورس های خطریش که برای نرم کردن موی بچه ها استفاده میشه. میتونید محصول مراقبتی خودتون رو به صورت مستقیم روی انگشت خودتون بریزید و بعد با کمک اون موهاتون رو مرتب کنید و موهای پریشان و آشفته رو به راحتی روی هم بخوابونید. هر وقت تونستید موهاتون رو در معرض هوا خوش کنید اگه این کار میسر نیست اونها رو بیافشانید. یکی از اولین چیزهایی که شما موفرفری ها باید بدونید اینه که اگه موهای خودتون رو در مرز هوا خشک کنید معمولا بهتر به نظر میرسن و کمتر وز میشن نسبت به زمانی که از سشوار استفاده میکنید. اگه موها به طور طبیعی خشک بشن معمولا محصولات مراقبتی به خوبی روی اونها جذب میشن و اثر جادویی خودشون رو میذارن. اما اگه شاغلید و نمیخواید خونه رو با موهای خیس ترک کنید زمانش که برسه باید از یک دیسپانسر استفاده بکنید همونطور که گفتم دیسپانسر ابزار جانبی سشوار برای لطیف کردن جریان هوای خروجی سشواره و از خشک شدن بیش از حد مو و وز شدنش جلوگیری میکنه موهای خودتون رو حداقل یک بار در هفته بشورید. اگه موهای شما فرفری و کم پشته باید اونها رو بیشتر بشورید چون موهای کم پشت بعد از چند روز خیلی زود چرب و سنگین میشن و به هم میچسبن و حالت حجیم خودشون رو از دست میدن. چنانچه موهای شما زخیمه چند روز دیرتر اونها رو بشورید. این نکته رو هم در نظر بگیرید که موی کم پشت با موی نازک متفاوته. وقتی درباره موی نازک صحبت می کنیم در واقع قطر و زخامت هر رشته مو مد نظره و این متفاوت از تعداد فولیکول های موه که کم پشتی یا پرپشت بودن موها رو تعیین می کنه. ممکنه موهای شما پرپشت و نازک باشه. همچنین ممکنه موهای شما زخیم ولی کم پشت باشه. به هر حال همه ما باید موهای خودمون رو حداقل یک بار در هفته بشوریم با این کار علاوه بر اینکه موهامون زیبا و شاداب به نظر میرسن سلامت و مراقبت از اونها رو هم رعایت میکنیم امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و از اون حتما برای مراقبت از موهای فرتون استفاده بکنید لطفا این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو حتما سابسکرایب کنید تا در جریان باقی ویدیوهای ما باشید.